همتنان عزیز سلام صبحتان بخیر آرزو میکنم صبح خوبی آغاز کرده باشین و دور از گزن روزگار زندگی هم بر وقف مراد شما حاصل شود برنامه صبح زندگی باز هم در خدمت شما هستیم تا دو ساعت تشکر از بسیر حبیبی بخش اول برنامه را تقدیم شما کرد در بخش نوز سلامتی جناب دکتر صاحب عبدالستار زرداد متخصص امراض داخل با محسن پیش از او کمپاین وکسین های دوری اطفال تا یک سالگی و شمول پالیو و وزارت صحت آمد در سرتاسر کشور آغاز گردیده است از خانواده که اطفال یک سال دارند تقاضا می شود تا و کودکان خود در پنج مرحله واکسن های داده شده را انجام دهند و فرزندان خود را از بیماری های مهلک و کشنده حفاظت بکنند برای بحث بیشتر در بخش نبز سلامتی جناب دکتر سلام صبح سلام صبحتان بخیر خوش آمدین به صبح زندگی سلام صدیق صبح خدمت شما خدمت هموطنان عزیز ما ما هم ان شاء الله روزی صحت و سلامت به همه ایشان داریم بخیر باشید موضوعی که انتخاب کردیم در رابطه چربی بلند خون می‌خوایم بیشتر بدونیم که چربی خون بالا بیشتر چی هست و اراز علای و همه گپار را در این موضوع باید ما بیشتر برای هموطنان عزیز ما وضاحت بدیم تا اونا هم بفهمن درست بسیار تشکر در واقع در داخل خون ما چربی وجود داره مولکول های چربی هستن که در کل نامش میمانیم چربی های خون اما اینا اگر در خون ما وجود دارن در یک حد نرمال ما اینا نرمال قبول میکنیم اگر از اونا مو حد باز بلند میره باز نام شما میمانیم چربی یاد زاردن جالبی هست که وقتی در شفاخانه ها پیش ما میان مخصوصا خانوما بله. دکتر سبت چربی خونو ما چک چربی جیگر ما یک دفعه ببین اول خو اصطلاح چربی جیگر وقتی که میگیم و بحث با خود جیگر است اما یک چربی که از جیگر افراز میشه در داخل خون باز همی مانند چربی جیگر که است در کل چیزی که ما میتونم بگویم دو بحث داریم یکی تریگلیسراید داریم یکی هم کلسترول داریم که نه چربی های خون هستن <تصفح> یا بلاد فات میگن بر از اینا این چربی های خون باز خود کلسترول شامل سه ترکیب میشه یکی LDL میشه یکی HDL میشه و یکی هم VLDL میشه وری لادن سیلای پروتئین در اینجا باز جالبی هست که یک تعداد از این چربی ها مفید هستن و یک تعداد از چربی ها مضر هستن مثلا VLDL یا LDL که برای شاد میکنیم اینا موزیر هستن بسیار خطرناک هستن امراض قلبی سکته های مغزی و اینا رو برای ما ایجاد در حالی که HDL یا های پروتین که هست این بسیار مفید است. باز اکثرا در بدن ما در بین از اینا یک بالانس ایجاد میشه یک تعادل ایجاد میشه طوری که HDL خود در حد نگاه میکنه که تأثیرات LDL خونسا کنه در بعضی افراد طوری صورت میگیره صدیقی سیب که سطح دل از اینا پایین میره سطح LDL بلند میره که بسیار خطرناک است یا به طور مثال سطح دل در حد نارمل است سطح HDL بسیار پایین میره که خطرناک است چه قدری که سطح دل ما و شما بلند می باشه با اونمو اندازه ما از خطر امراض قلبی و امراض سکته های مغزی در امان می باشیم عوامل یا هم که چی باعث می گردد که شخص چربی خون بالا پیدا می بسیار جالب سر از صحبت کنیم که بحث اولی بحث جنتیک است زیادتری افراد مخصوصا در خانمه بحث جنتیک رول داره یک موضوعات جنتیک است و سبب بلند رفتن سطح کلسترول یا ترگلیسترید از یا میشه یک تعداد مریض پیش مراجعه به شکل انفرادی ترگلیسترایدشان بلند است یک تعداد مراجعه به شکل انفرادی کلسترول بلند است بعضی افراد مراجعه میکنن هر دو همزمان بلند میباشند حالا در مورد ازی صحبت میکنیم که چی عامل هست بحث عمده عامل عمده در پیش اکثریت افراد بحث ژنتیک یا ارثی است اما یک تعداد امراض دیگی همچنان باشه به طور مثال کسایی که جاغورشان کم کار هست کسایی که به طور مثال شکر دارن کسایی که به طور مثال یک امراض مترافقی دیگه دارن کسایی که وزن بلند دارن کسایی که از چربی های غذایی زیادتر استفاده میکنن مخصوصاً گوشت گوسفند میخورن مخصوصا گوشت چرب گوساله را استفاده می کنند مخصوصا گوشت مرغ می خورند مقدار کافی چربی وجود دارد و چربی از اینا که مقدار زیاد کلسترول داره و در سطح کلسترول اسیدهای شمی مشبوه هست یعنی در کل اگر ما بگویم که افرادی که یکی خب بحث ژنتیک شد دور می مانم. کسایی که کم کمکار است زیاد توجه کنند کسایی که شکر دارن زیاد توجه کنند کسایی که وزن بلند دارن زیاد توجه کنند و کسایی که پیشدار هستن زیاد توجه کنند. به خاطر ازی پیسه دارم میگم که اینا اکثرا از گوسفند استفاده میکنن از مرغ استفاده میکنن یا مثلا چربی های حیوانی و مشبور زیاد میخورن و این سبب میشه که سطح کلسترول از اینا رو فوق العاده بلند ببره یک عامل عمده که در نهایت برشون میگمی هست کسایی که سدنت لایف استایل خوب دا خوش دارن این زندگی بسیار آرام در موتر رفت آمد میکنن مثلا پیاده روی نمی با ورزش نمیکنن و پر انرژی شهمی را استفاده نمیکنن. بله اینا زیاد در خطر مواجه هستن که پیشون چربی خونشون بلند بلند میره در افغانستان معمولا جناب دکتر سر شما شاید بودیم که هم مگه غذایی که میخرن یا جان میکنن میگن باید چرب باشه بله بله چون اگه اسلام باز میگه مگه شیطان گفتیم که خاک میخوری گفت روغن داره یک ساعت خود ما رو توجه بکنیم یا به خود پرسی بهتر خاط بود آمارها از چی قرار است چربی خون بالا نزد خانم ها بیشتر دیدمش یا نزد آقایان هرچند تو کتاب میگم میگه در خانم ها و آقایان واقعاتش به شکل مساویانه است اما از نظر کاز یا عامل اگر صحبت کنیم با شکل جنتیک ازی در پیش خانم ها زیادتر است نسبت به مردان خانمای های بیچاره به چند دلیل یکی اینا که فعالیت فیزیکی زیاد ندارن دوم وقتی که سن از اینا بلند رفته میره برلاوی فعالیت فیزیکی در پیش از ای افراد کم میشه اینا تغییرات هورمونی در بدنشان ایجاد میشه یا مثلا دواهای را استفاده میکنن این دواها در کل سبب میشه که چربی خونه پیش از و بلند ببره اما طبقه مرد چون تا که زنده هست جان میکنه و فعالیت فیزیکی میکنه مخصوصا کسایی که دیقان کار هستن فعالیتای مثلا ثقیل انجام میدن کسایی که ورزش هستن پیش از اینا باز ما چانس کمتر داریم و اینا با سعدمنتر می باشن نسبت به افراد در مورد از هم بفهمیم که چی از راه داره نزد شخص افرادی که چربی خونه بالا داره من یک تحقیق بسیار جالب نه خواندم در دم. مورد ازی نمی کتابای 2020 و 2024 بسیار جالب نشته میکنه دو ساخت گفتن 24 کجاست که شما از 24 گپ میزنین کتابای ما اکثرا چند ماه قبل در بازار میبره ده کتاب باز نشته میکنه میگه در دنیا توری الیگری سرچ یک تحقیق صورت گرفته بر از اونا گفته میشه که شما افرادی که در میدل یعنی عمرشان در اوسط قرار داره بر از اینا شما دواهای زد چربی استفاده بکنید این بسیار جالب هم هست برای ما مثلا کدام افراد ما اکثرا دواهای میتیم که چربی استفاده به حساب چربیشان کنترل کنه کسایی که سن بالاتر از 20 یا 30 دارن حتی در دنیا به کسایی که اضافه از 20 دارن و خطر امراض قلبی دارن اینا رو شما همیشه چربی خونشان رو چک کنین و در کنترل نگاه کنین ده. اگر یک کسی مثلا کدام خطر نداره مثلا امراض قلبی نداره کدام بحث مثلا سکته مغزی نکرده به حساب خطرات مترافقی دیگه به همراه از این موجود نیست باز میگه شما یه افراد بعد از چل سالگی هر سیلا شش ماه بعد چربی خونشان رو چک کنین چرا؟ مثلا زیاتری وقتا ما بسیار خوش میشم که کس در ماینه خانه پیش میاد میاد دکتر سوپ چربی خون ما ببین موضوع مهم است بخاطر خاطر مهم هست که اگر کاملا نمی فرد سالم ما از سالم از قلب سالم داره دماغ سالم داره و هیچ خطری هم مواجه نیست شکر نداره فشار نداره این فرد مثلا ده سن سی سالگی قرار داره و ما چربی خون از زیر چک میکنم چربی خون از اگر بلند می باشه و ما دوای چربی خون برازی میتوم شما باور کنین که نمی خطرات مطلق به صفر میرسه به خاطر از اینکه عامل سکته های مغزی چربی است عامل سکته های قلبی چربی است مخصوصا که تزی اگر فشار و شکر وی گپا باشه اگر نمی باشم و تنها مثلا چربی خون بلند می باشه در سنین متوسط یک آدم جوان هم. مثلا ما فعلا سن ما 33 34 است اگر ما چربی خون خود کنترل می کنم عواقب بسیار آیندی که مثلا ما دارم بسیار خوب است ما به امراض قلبی مواجه نمی ما به سکته های مغزی مواجه نمی مثلا ما به سکته هایی که در, در رگای ما ایجاد میشه بالاخره امروز بسیار زیاد رو میتونم به این کنترل کنم اما اگر ما چربی خونه کنترل نمی کنیم این می ای خطرات میتونه که تا به ده مرتبه هم پیش ما اضافه تر باشه بله کوتا فقط بسیار کوتا در رابطه با درمان تداویش می خوایم بفهمیم بس تداوی هم ما دو شکل داریم یکی تداوی دوایی داریم یکی هم غیر دوایی از یک زمان کوتا است فقط در مورد تداوی غیر دوایی چند کلمه میگم دوست عزیزم اگر شما چربی استفاده میکنین چربی غیر مشبوع بخورین یعنی ساده تر بگویم شما از روغن زیتون استفاده کنین شما از روغن شرشم استفاده بکنین شما از روغن که نباتی است استفاده کنین و روغن حیوانی را مطلقا از غذای تانور دارین به خاطر از یک چربی خونتان کنترل شود دوم اگر میخواین چربی خونتان کنترل شود ورزش کنین و بحث سیومی که در غذایتان مطلق ترکاری و اضافه کنین و از غذاهای حیوانی کمتر استفاده سپاسگزارم جناب دکتر سبب زرداد متخصص امراض از اینکه بسیار تشکر که ما را وقت دادید سپاسگزار از شما وقفه داریم و دوباره برمیگردیم بخش کودک فراموش نکنید